سلام، من اومدم اینجا آماده بشم. قرار امروز من و کلین کیته با همراهی کنیم بریم باهاش گلف. قصدمون هم از این کار اینه که خیلی دوست داریم کلین علاقه پیدا بکنه به گلف بازی کردن و اینا، برای همین گفتیم که بهتره ببینه چه شرایطش باشه و ببینه شاید مثلا اینطوری علاقه پیدا کنه کم کم، بعد که مثلا یکم سنش بیشتر شد و سنی بود که میتونست بازی بکنه، گلف بازی بکنه، دیگه با کیله پدر پسری با هم برن گلف بازی کنن و یعنی که خیلی علاقه دیگه پیدا کرد براش مربی بگیریم و اینا. ولی آره خیلی دوست داریم که یکی از ورزش‌ها که کلین بازی کنه گلف باشه. یکی از راه‌هایی هم که خب بچه به ورزش علاقه پیدا بکنه اینه که بعد ببینه دیگه تو محیطش باشه، ببینه تا علاقه پیدا بکنه. مخصوصا اینکه چون کلب خیلی دوست داره گلفو و هفته دو بار میره، برای همین خیلی خوب میشه که یه چیزی بشه این واسه شون، یه کاری باشه که با هم دیگه بتونن انجام بدن و دوتایی با هم برن. این شدش که امروز قرار شد من و کلین همراهی بکنیم کلبو، من که با کلب برم. همین دیگه گفتم حالا که اومدم اینجا دارم آماده میشم بیام واسه تون داستان آشنایی من و کلبو تعریف بکنم. من و کلب خیلی به حالت رومانتیک طوری با تیندر آشنا شدیم، توی تیندر با هم دیگه آشنا شدیم. همین اتفاق خیلی خاص و هیجان انگیزی واقعا نبود دیگه، هیچ دیگه. توی تیندر با هم دیگه مچ شدیم و یکم با هم صحبت کردیم و از هم دیگه مثلا وای به خوبی گرفتیم و اینا، بعد تصمیم گرفتیم که همدیگه رو ببینیم. بعد من خیلی نروس بودم و استرس داشتم که برم دیت با یه آدمی که تا حالا ندیدمش، چون همیشه آدمایی که رفته بودم باشون دیت و اینا آدمایی بودن که بالاخره یه جوری از قبل میشناختمشون، حالا یه دوست نفر دیگه بودن، برای توی محیطی بود که قبلا ما همدیگه برخورد داشتیم تا قبل اینکه بریم حالا دیت. ولی کلب اولین آدمی بود که آنلاین باش آشنا شده بودم، برای همین خیلی استرس داشتم و اینا. دیگه تصمیم گرفتیم که توی ستاپ مثلا جمعی همدیگه رو ببینیم و اینا. این شد که من با خواهرم و دوست صمیمی من با اونا رفتم. بعد شبی که قرار بود همدیگه رو ببینیم، من و خواهرم و دوستم قبلش با همدیگه رفتیم یه بار دیگه یه جای دیگه نشستیم که نزدیک اون باری بود که قرار بود ما همدیگه رو ببینیم. دیگه ما اونجا نشسته بودیم و درینک واسه خودمون سفارش داده بودیم و داشتیم وقت میگذروندیم تا حالا مثلا اون تایمی بشه که قرار بشه بریم اون یکی بار که پاتوق کلب و دوست داشتم بشه، یعنی از هفت روز هفته پنج شبشون اونجا بودن. بعدش این باری که ما نشسته بودیم یه سری میز و صندلی هم بیرون بار داشت و ما خب بیرون نشسته بودیم. آگست هم بود، آخره آگست هم بود، هوا هم خیلی خوب بود و بیرون نشسته بودیم داشتم صحبت میکردیم و درینک هم میخوردیم، یا من دیدم دو تا پسر رد شدن، خواهرم و دوستم روبروی من نشسته بودن، یعنی ویوی اونا بار بود، من ویوم خیابون بود. دیدم دو تا پسر رد شدن، بعد به خواهرم و دوستم گفتم که فکر کنم این هم پسر هست که من باهاش قرار دارم امشب و اینا. بعد با مزدگی قضیه اینه که بعدها که با کلب داشتیم صحبت میکردیم داشت میگفتش که من نزدیک بود اصلا قرارم با تو کنسل بکنم، بخاطر اینکه از اونجا که داشتم رد میشدم شما رو دیدم و داشتم گفتم کاش قرارم رو کنسل بکنم برم پیش این دخترها با اینا بشینم. یعنی قرارشون میخواست با من کنسل بکنه که بعد بیا دوباره تو یکی باره بیا پیش من بشینه. بعد کلب اون دوران خب خیلی توی دورانی بود که قشنگ در سن عشق و حال و همش پارتی بکنه، یعنی از میگم هفت شب هفته پنج شبش اینا با دوستاش بیرون بودن و در حال پارتی کردن بودن، خیلی داشت بهش خوش میگذشت. بعد هیچی خلاصه گذشتش رو دیگه ما رفتیم همدیگر رو دیدیم اون شب و خیلی خوب، خیلی دیت خوبی بود و خیلی خوب پیش رفتش و اینا. حالا شبی که ما همدیگه رو دیدیم صبحش قرار بودش که کلب بره آلمان، یه تورنمنت بیسبال داشتم و دوستاش، یه چند روز مثلا 4-5 روز فکر کنم گذشت.
برگشت همون روزی که برگشت شبش دوباره اومد همدیگر دیدیم که دیگه اون شب دیگه آفیشال دیت من بود بدون که کسی مثلا پیشمون باشه و اینا خودم دوتایی بودیم گرفتیم شام بیرون و دیگه بعدش رفتیم میکنم قدم زدیم و خیلی خوب بودش خیلی خوب پیش رفتش و اینا این سپتامبر بود چند ماه بعدش ژانویه گفتش که بیا بریم پاریس مسافرت و اینا البته اولین مسافرت با هم نبود قبلش با هم دیگه دفعه رفته بودیم ونیز گفتم باش دیگه رفتیم پاریس همونجا همون شب اول ازم خواستگاری کرد یعنی ما کبدونمون رو گذاشتیم خونه که گرفته بودیم نزدیک برج ایفل بود گفت حالا بریم ببینیم برج ایفل و اینا و همون شب اصلا خواستگاری کرد البته تو ذهن خودش این بودش که بعد از اینکه دوباره صحبت کردیم تو ذهنش این بود که آب و هوا چک کرده بود فرداش قرار بود بارون بیاد و فکر کرده بود که بذار حالا همین امشب از خواستگاری کنم فردا به بارون نخوریم یه نامزد بودیم تا سپتامبر بعدش یعنی سپتامبر همون سال 5 سپتامبر یعنی همون تاریخی که آفیشال دیتمون بودش که هم رفته بودیم بیرون همون تاریخ با هم ازدواج کردیم دیگه آره همین بود از داستان آشنایی من و آقایی خیلی همه چی سریع پیش رفت یعنی همه هم خیلی تعجب کردن ولی دیگه افتاد در دام عاشقی چیکار کنم افتاد تو دام اصلا در این نداره برای یه گلف رفتن انقدر آرایش کنم ولی خیلی دوست دارم چیکار کنم از پروسه آماده شدن خیلی لذت میبرم یعنی مثلا اگه یه مهمونی مثلا بزرگی باشه جای خاصی باشه که قرار باشه بریم یه شبی من از صبح دارم مرینیت میشم یعنی اون روزم دیگه هیچ کاری نمی کنم فقط دارم مرینیت میشم که بعدش مثلا آمادشم برم مثلا پسر فکر کنم مرد بیشتر اینطوری که اگه قرار شب یه جای خاصی دعوت باشن واسم اون کارهای روزانه‌شون رو انجام میدن اگه خریدی هم داشته باشن میرن میکنن یه کاری هم داشته باشن بیرون میرن میکنن میان ولی من اینطوری هم که نه من امروز همه چی تعطیله من دارم مرینیت میشم آماده میشم که دوباره بعد یکم دیرتر آماده شم که بریم مهمونی Go up there. Good job.